کار وانش نبوده. من پوت رو ریختم تو آب مقدس. مادر جون، جواب اولین تهمتی که به هم زدین جلوتون وایساده. شما به هم 3 ساعت وقت دادین، منم تو 3 ساعت اثباتش کردم. و دومی تهمتی که به همون زدین که وانش اسم بچه ی آینده ایشانی رو فراموش کرده. آدیتا و ساکشی، اگه دختر بود میشه ساکشی و اگه پسر بود میشه آدیتا. من این اسم رو انتخاب کرده بودم، درسته ایشانی؟ وقتی داشتم تو بیمارستان به هوش می اومدم، کل روز فقط به خانوادم فکر می کردم، به این که از مرگ فرار کردم. بعد فکر کردم اسم بچه های تو باید یه ربطی به زندگی من داشته باشه. همون روز بود که تصمیم گرفتم اسم بچه ها بشه دانی یا آنکوش. پس چرا زودتر به هم نگفتی باش؟ وقتی که بهت شک کرده خیلی بودم. خیلی تهمت بزرگی به من زده شده ایشانی. هیچ کدوم از اعضای خانواده هم آمادگی باور کردن حرفامون نداشتن. برای همین توی این موقعیت نمیشد با حرف اعتمادتون رو جلب کرد. خیلی مهم بود که از اون آدمایی که پشت این توطئه بودن پرده برداشته بشه، که همه بدونن کی خونه خراب کنه این خانواده بزرگه. داداش وانش. نه داداش وانش، یه دقیقه صبر کن. تکلیف یه اتهام هنوز مشخص نیست. راجب اون امضاها چی داری که بگی؟ کیه که امضای خودشو تمرین کنه؟ خدا رو شکر که پرسیدی کبیر. برای اونم من توضیح دارم که دیگه هیچ ابهامی نمونه. میدونی وقتی توضیح بدم دیگه نمیتونی سوال دیگه‌ای بپرسی. هر طور که تو بگی. این خود کبیره. دوربین های مدار بسته رو حتما چک کن. مطمئنم که اون کاغذ رو کبیر درست کرده تا بتونه تو رو بندازه تو تله. اگه درست حد زده باشم قطعا میتونی فیلماشو پیدا کنی. واقعا دوربین ها میتونن برامون جادو کنن، درسته؟ دیگه هیچ جای شکی نیست. شک ندارم که کبیر این نقشه رو برای گیر انداختن من کشیده بوده. من به اصرار مادر جان بود که اجازه دادم کبیر اینجا بمونه. بهش اجازه دادم کنار خانوادم باشه، چون برای احساسات مادرم احترام قائلم. ولی اون چهره واقعی خودش رو فقط توی 2 روز به هممون نشون داد. مادر جون، من اصلا تصورشم نمی کردم که آریان و کبیر بخوان با هم دیگه همچین نقشه کثیفی رو بکشن. و منم همه ی حرفاشون رو باور کرده بودم، هم من هم همه ی خانواده. مادر جون، من بابت تمام کارهایی که کردم ازتون عذرخواهی میکنم. ولی مادر جون، وقتی فهمیدم که این خود وانش نیست، فقط یه فکر به ذهنم رسید. با خودم گفتم این آدم حتما اومده که یه آسیبی به خانوادمون وارد کنه. آره مامانی، راست میگه. ما اصلا قصد اذیت کردن کسی رو نداشتیم. حق دقیقا همینه آریه. چطور تونستی؟ تو با جون بچه من بازی کردی که فقط بتونی حرف خودتو ثابت کنی. من به خاطر تو به داداش وانشم شک کردم.
حالا شده من از کارای تو ناراحت بشم؟ نه، الانم میدونم که تو بیگناهی. ردی، ما اول باید از تو عذرخواهی کنم. من بهت شک کردم، زدم تو گوشت. مادر جون، دعوا کردن تو نشونه ی عشقه. من اون در گوشی رو مثل دعای خیر شما میدونم. واسه همینم تونستم همه چی رو تو 3 ساعت اثبات کنم. اصلنم حس بدی نداشتم. کلا فراموشش کردم. شما فراموشش کنید. از این توهینت پشیمون میشی ردیما. خب امیدوارم که همتون قانع شده باشین که من وانشم و یه متقلب نیستم، مخصوصا شما دو نفر، آریان و کبیر. به نظر میاد متقاعد نشدی کبیر. فکر میکنی من کیم؟ وانچ. بچه های کوچکتر خانواده به من چیز دیگه ای میگن. منو صدا میکنن داداش وانچ. بله، داداش وانچ. حالا بهتر شد. 3 ساعت پیش به ما تهمت زدین. ازمون خواستین از این خونه بریم و حتی تهدید به زندان رفتن شدیم. ولی الان همگی واقعیت رو میدونن که من و وانش مجرم نیست. پس طبق همون منطق شما دوتا این که لایق مجازات هستین. و کبیر، بذار یه چیزی رو بهت بگم. وانش هیچ وقت یه مجرم رو نمیبخشه. بازم خدا رو شکر کنین نمیخوام بفرستمتون زندان. در واقع باید این کارو بکنم چون با جونمون بازی کردیم. ولی فعلا تصمیم گرفتم که تنبیه هر دوی شما اینه که از این خونه بریم. این تصمیم وانش. دیگه نمیتونم تحمل کنم که به ما توهینی بشه. بالاخره من برادرتونم. بیاین تا دم در همراهیتون میکنم. بالاخره به عنوان برادر بزرگتر این وظیفه منه. من تنهاتون نمیذارم، درسته؟ آماده این پسرا؟ خاله، شما هم باید با اینا میرفتی. ویهان داری چی کار میکنه؟ نه، منظورم اینه که حتما خیلی ناراحتین که بچه هاتون دارن از این خونه میرن. در واقع هیچ مادری تو دنیا چنین چیزی نمیخواد. میتونم درد تو چهره هاتون حس کنم. خیلی خواه، دوباره شروع شد. کبیر و آریان باید از این خونه پرت می شدن بیرون، ولی تقصیر مامانم و خاله هم این وسط چیه؟ اگه باهاشون برن اونا هم بی خانمانن، و اگه دور همم باشن از این بدتر. اونا چرا باید با دور شدن از بچه هاشون مجازات شن؟ برای همین من تصمیم گرفتم که متاسفانه با
باید هر دوی این پسرای بی‌مصرف توی این خونه بمونن و چاره ای نیست. بزرگترین خوبی وانش من همینه، همیشه خانوادشو کنار هم نگه میدارم. تو مگه عقلتو از دست دادی؟ من کلی برای این مسئله تلاش کردم، اونا گناهکار بودن ما رو اثبات کردن و میخواستن از خونه بندازنمون بیرون، بعد تو چی کار کردی؟ تو اون دوتا رو دوباره برگردوندی تو خونه. چرا این کارو کردی؟ مگه عقل تو سرت نیست؟ دشمن آدم که از جلوی چشمش دور میشه، دیگه نمیتونی بفهمی که یا چجوری میخواد بهت حمله کنه. برای همین من همیشه دشمنم و جلوی چشمم نگه میدارم. ردیم نزدیکم نگهشون میدارم. این عادت وانش، ویهان اینو را از کجا میدونه؟ خواهش میکنم بگو اینو، وانشم قبلا بهت گفته. بهت که گفتم ذهنگ بزرگ شبیه همم. چرا یه طوری نگاه میکنی که انگار عاشقم شدی؟ برای همینه که چشمای خوشگل تو ازم بر نمیداری؟ نه، من مشکلی ندارم. از زول بزن، خوشم میاد. حالا وقتشه که گوش بدی ببینی من چی دارم میگم و دقیق و با آرامش بهش فکر کنی. ما در کنار امضای کل خانواده به امضای این دو نفرم احتیاج داریم، درست میگم؟ و با لطفی که امروز بهشون کردیم، بدون که مادر جان خودش مجبورشون میکنه تا مثل بچه ی آدم بیان و انوسی رو امضاش بکنن. متوجهی؟ وقتی انوسی امضا بشه، همه این املاک به اسم من میشه و بعد از اونم به اسم تو میشه. نقشه از اول همین بوده ردیما، یادته؟ این وسط هم اگه اونا بخوان اشتباهی بکنن، حداقلش اینه که میتونیم حواسمون رو جمع کنیم. باید حواسمون بهشون باش، ولی این کار حواس اونا به ماست. مطمئنی کسی که حواسش به همونه واقعا یه کاراگاهه؟ منظورم اینه که ممکنه یه دیوونه باشه، درست میگم؟ منظورم اینه که ممکنه طرف صرفا فقط دیوونه یه تو باشه. ویهان چیه؟ این اوسی که امضا بشه، همه املاک منتقل میشن، بعد از دست ویهانم خلاص میشن. پاشو از گلیمش دراستر میکنه. یکی اینجا بود، خودم سایه‌شو دیدم. این چی؟ اینا رو دلغک‌ها رو بیوشو میذارن. واسه چی اینجاست؟ اینو هم یادت مونده باش.
مگه میشه یادم بره؟ اینا اسب بازیای بچگی تنشنه و خواهرزاده منم اول باید با همینا بازی بکنه. هر چیز کوچیکی از زندگی منو یادت باش. ولی من اصلا نتونستم بفهمم که این خود توی. واقعا ازت معذرت میخوام. نگاه کنیم، تا اسم کبیر رو آوردیم سریع اینجاها پیدا شد. ایشانی میدونم کاری که کبیر کرده ارزش بخشیدن نداره، ولی گفتم شاید بعد از اینکه وانش از دیدن عذاب وجدان و احساس گناهش بشه فرصت داد، احتمالاً احساس بدش از بین نره. مگه نه کبیر؟ میدونی که ما آدما نمیتونیم برای همیشه بار گناهو به دوش بکشیم. واسه همینم کبیر میخواست ازت عذرخواهی کنه. اونم زانو زده. چی شده کبیر؟ نکنه میخواستی زانو بزنی و عذرخواهی کنی؟ خب انجامش بده. ببخشید. عذرخواهی تو واسه خودت نگه دار، و تو باید هر روز به این اتفاق فکر کنی، چون کاری که تو کردی من هیچ وقت نمیتونم ببخشمت. نمیدونم کبیر به خواست خودش اومده اینجا یا نه، ولی اصلا فکر نکنی میتونم تو رو واقعا ببخشم. ردیما، نه امروز نه تا آخر عمرم، چون دقیقا تو بودی که با یه کبیر رو به این خونه بازش کردی. میدونم اشتباه کردم، ولی خیلی زود اشتباهمو جبران میکنم. دوباره شادی و آرامش رو به این خانواده برمیگردونم. وانش، میخوام راجع به چیزی باهات صحبت کنم، ولی تنها. باشم. وانش، کاری که با آریانو کبیر کردی به عنوان برادر بزرگشون درست بود، ولی وسط این قضایا تو داری بزرگترین دشمن تو فراموش میکنی وانش. دشمنی که از همه بهت نزدیکتره، ردیما. وانش، تو همه چیز ردیما رو فراموش میکنی. چطور تونستی ببخشیش؟ چرا برای اینکه به عنوان یه جاسوس وارد شده تنبیهش نکردی؟ یادت که نرفته وانش، ردیما جلوی سیاه به تمام گناهاش اعتراف کرده بود. اگه یه ذره انسانیت برات مونده لطفاً واقعیت رو به هم بگو. تو جاسوسی؟ آره درسته. و سیاه امروز به خاطر ردیما تو کماست. اینا رو یادت نره. من هیچ وقت چیزی رو فراموش نمی کنم. همه چیز رو یادمه. اما یه عادتی دارم. من قبل از شکار یه فرصت عادلانه به دشمنم میدم. همیشه هم دشمنم و نزدیکم نگه میدارم. تو کارای عجیب زیادی کردی ردیما، تا الان همه چی به نفع تو پیش رفته، ولی از الان به نفع منه. بله آقا، فردا میتونید بیایید. من همه برگای NOC رو با امضای خانواده آماده کردم.
به محض اینکه بتونم کاراشو انجام میدم. ضمناً امضای وانشم روی استشهاد لازم دارم. یه فرم درخواستم لازمه که نشون بده وانش تو اون تصادف نمرده، بلکه نجات پیدا کرده. و امروزم وانش رایسینگانیا زنده است. باشه آقا، اونم آماده میکنم. شما صبح تشریف بیارید. باشه. کبیر نمیتونه این باختو تحمل کنه. و چون میخواست تو این خونه بمونه مجبور شد برگه رو امضا کنه. باشه. وقتی که این کاغذ رو برسن به دادگاه همه چی درست میشه. واش. به زودی با برنامه هایی که دارم امنیت رو برای خانوادت قطعی میکنم. اون موقع دیگه هیچ مشکلی نیست. برق چرا قطع شد؟ داری به من فکر میکنی رلی؟ صدای واجه یعنی ویهان داره سر به سرم میذاره یا واقعا صدای واجه؟ ردیما صدا از اینجا می اومد. من خیلی ازت دور نیستم ردیما. بازی تلیه جدیده. دلم برات خیلی تنگ شده ردیما. دوباره صدا رو شنیدم. داشتی دنبال من می گشتی. داری به من فکر میکنی ردیما. دلم برات خیلی تنگ شد. پس شکم درست بود. یکی داره سر به سرم میذاره. داری به من فکر میکنی ردیما. دری کشو رو قفل نکردم. پس یکی میخواد اونا رو بدوزه. نه نه. کی اینو بست؟ در رو باز کن. خدایا لطفا کمکم کن. چی فکر کردی با خودت؟ منو گیر میندازی و راحت کاغذ رو میدوسی؟ بده من کاغذ رو. اجازه نمیدم ببریشو. بده به من.
خواهشش ماما. اوزا داره به نفع دشمن پیش میره. ردیما چی شده؟ من نه. نه من نتونستم ببینمش، ولی مطمئنم که کبیر بود. بلند شو، بلند شو، بیا. یه چیزی بگو، از کجا مطمئنی کبیر بوده؟ چون اون برگاهی انعاسی اهداف کبیر رو خراب میکنن، اهدافی که به خاطرشون اومده توی خونه. میدونم که کار کبیره. وقتی واسه رسیدن به اهدافش حتی حاضری که به ایشان یا بچهش آسیب بزنه، این که دیگه کار خیلی کوچیکیه در مقابل اون. ممکنه آریانم بوده باشه. آریان نبود. حسم به هم میگه که کبیر بوده. کار درستی نکردی کبیر. الان دیگه لو دادنت ضروری شده. ردیما صبر کن، کجا داری میری؟ من خوبم. ردیما اگه کاری داری میتونی بعدن انجام بدی. بذار اول برات خطرتو بریزم. نمیفهمی جریان چیه؟ بذار برم. ردیما چی کار میکنی؟ چرا دستامو بستی؟ ردیما هرچی زودتر قطرهاتو برات بریزم زودتر میتونی از اینجا بری بیرون. پس لطفاً همکاری کن. بالا رو ببین. بالا چشماتو باز کن. باز. یاد چیزی افتادی؟ من همه چیو میدونم عزیزم. شام اینو میدونست. ویهان الان وقت شوخی نیست. الان باید فقط روی یه چیز تمرکز کنیم، اونم اینه که چطوری اون برگاه رو پس بگیریم. و رازه کبیر که خودشو شکل دلغک کرده و اومده تو اتاق من. به اندازه کافی بازی کردی کبیر، ولی فردا دیگه روز آخرت. خیلی ممنونم آقای وکیل. راجب چیزی هم که گفتید اصلا نیازی به انعاسی نیست. نمیدونم طبق قانون ما میتونیم استشهادنامه رو از پلیس محلی اونجا بگیریم که بهمون بگن کسی که جنازه‌ای پیدا نکرده در این صورت برای 7 سال آیندهش زنده محسوب میشه. همین استشهادنامه هم که فرستادید برای انعاسی کافی. خیلی ممنونم ازتون. گانشا، دیروز که انعاسی رو از دست دادم خیلی نگران بودم، ولی تو یه بار دیگه مسیر درست رو نشونم دادی. ایمانی که بهت دارم خیلی قوی تر شده. میدونم که همیشه هستی و منو حمایت میکنی. اینو دیگه نباید مثل انعاسی گم کنم.
باید یه جایی براش در نظر بگیرم که هیچکی پیداش نکنه. حالا کجا میخوایی فرار کنی کبیر؟ الان دیگه بد گیر افتادی. امروز دیگه این دلغکو گیر میندازم. میدونستم که همه تلاشتو میکنی که این برگه ها رو هم بدزدی، واسه همین آوردمت اینجا. فکر نکنی که از زرنگیت بوده، تله من بود. کبیر، حالا که رو در رو شدیم چرا ماسک زدیم؟ ماسک تو بردار، کسی دیگه ای که اینجا نیست. و فکر نکن که این برگارم میتونی از چنگم در بیاری. به اندازه کافی بازی کردی. ماسکتو در بیار، میخوام که شرمندگی و عصبانیت رو توی چهرت ببینم. بهت که گفتم کبیر، تو اصلا حرفای منو جدی نمیگیری. چطوری فرار میکنی؟ چی گیرت میاد؟ کاغذ خالی؟ آره، کاغذ خالی. بعد گم کردن این آسی فکر کردم دیگه بازی رو باختم، دیگه هیچی ندارم. یهو دددم. بعدش فکر کردم که اگه تو یک سره داری منو تماشا میکنی، چرا از سلاح خودت علیه خودت استفاده نکنم؟ و بعدش همین کار کردم. اون تماس و علکی با وکیل گرفتم. در واقع از قصد کاری کردم بشنوی که میشه از استشهادنامه هم به جای این آسی استفاده کرد. همین. ولی اینجوری نیست، همه ی اینا رو انجام دادم و کم کم تو افتادی تو تله من. به اندازه کافی بازی کردی کبیر. الان دیگه وقتشه که چهره واقعی تو به همه خانواده نشون بدم. انجامش میدم. گفتم همه بیان پایین، همشون از خونه میندازنت بیرون. کبیر اینجاست. اگه اون اینجاست پس این کی؟ کبیر بیرونه، تو کی هستی؟ اگه یه ذره انسانیت برات مونده لطفاً واقعیت رو به هم بگو. تو جاسوسی؟ آره درسته، درسته که من به عنوان جاسوس وارد این خونه شدم، ولی بس. همین برای من کافی. اینو از کجا آوردی؟ تو کی هستی؟ گوشی رو بده به من.
جهان؟ پس تو بودی که داشتی یه سرت منو تماشا میکردی؟ درسته خانم، اون من بودم. و میدونی قسمت عجیبش کجاست؟ که ردیما رایسینگانیا باهوش و تیز و هوشیار نتونست متوجه بشه که من عادت دارم تو کارای دیگران دخالت کنم. درست میگم؟ آره من بودم، حواسم بهت بود. ردیما برای من ضروری بود که حواسم بهت باشه. راستش روزی که وارد این خونه شدم فهمیدم که یه چیز مشکوکی اینجا وجود داره. ابهام همه جا بود توی این خونه، هیچ شفافیتی هم وجود نداشت. هر آدمی یه جوری رازآلود بود، نمیتونستم بفهمم که کی درست میگه و کی غلط میگه. پس مجبور شدم که خودم دست به کار بشم و تحقیقات حرفه‌ایمو شروع کنم تا بفهمم که چطور جرأت میکنی این کارو با آدمی بکنی که داره بهت پول میده و آوردت تو این خونواده. تو این کار به سر میبردم، فکر کردم میتونم بهت اعتماد کنم، فکر میکردم که هر اتفاقی هم بیفته تو به من وفادار میمونی. زمانی میتونی از وفاداری صحبت کنی که خودت آدم وفاداری باشی سرکار خانم ردیما. پس طوری رفتار نکن که انگار جایزه بیگناه‌ترین انسان روی زمین رو گرفتی. اصلا من چرا باید بهت اعتماد کنم؟ چرا باید باورت کنم؟ زنی که میتونه همچین بازی خطرناکی رو با خانواده خودش بکنه، کسی که میتونه شوهر مردش رو زنده کنه، میتونه به خاطر پول حتی شوهرشو به قتل هم برسونه، درسته؟ یا میتونه حتی بدزدتش، درسته؟ من فقط میخواستم خودمو نجات بدم، فقط میخواستم بدونم به هم خیانت میکنی یا نه. اگه میخواستم فریبت بدم، تو اون بحران با هوش خودم تو رو نجاتت نمیدادم. مثلا چی میخواست بشه؟ هر دوتامون میافتادیم زندان، ولی من روزی که از زندان آزاد میشدم 5 میلیون پول واسه که خودم داشتم. ولی تو چی داشتی؟ تو چی؟ تو ممکن بود حتی به گدایی تو خیابونا رو بیاری، همسر میلیونر عزیزتر از جان من. پس به جای اینکه از من عصبانی بشی و جای اینکه با این نگاه تنفرآمیز به هم نگاه کنی، یاد بگیر سرتو جلوم خم کنی و با یه صدای ملایم از شوهر عزیزت تشکر کنی. عمران تشکر کنم. با دزدیدن NOC و استشهادنامه و با این کاراتو دور زدن من خودتم داری میبازی ویهان. الان حس میکنم که اون آقای چای فروش آشنایید با من همش نقشه خودت بوده. عشق نفوذی